سلام، امیدوارم که خوب باشید. من تو سفر هستم، بعد ندیدم که از این زمانی که دارم استفاده کنم سوالی که از من روی کامیونیتی نوتا پرسیده بودید و جواب بدم. اگه قسمت اول این سوال جواب ندیدید، این بالا لینکش میدم، آخر ویدیو هم لینکش میدم که اگه دوست داشتید میتونید نگاه کنید. این ویدیو تقریبا طولانی خواهد بود ولی احتمالا بخش بخشش میکنم که بتونید راحت تر پیداش کنید. سلام، راجع به چالش های رابطه داشتن یا ازدواج به عنوان یه ایرانی تو کشور غریب صحبت کنید. من کشورهای دیگه هم نمیدونم، در مورد امریکا میتونم باهاتون صحبت کنم. ببینید، اینجا یا شما با ایرانی ها هستید یا با غیر ایرانی ها. این چیزی که من یاد گرفتم، من ازدواج نکردم، ولی این چیزی که من یاد گرفتم اینه که معمولا اگر شما با ایرانی ها، کلا با همزبان خودتون، یعنی اینکه اگر هندی هستید با هندی ها، ایرانی هستید با ایرانی ها، عرب هستید با عرب ها، و فقط شامل ما نمیشه، به خاطر احتمالا اینکه فرهنگ همدیگه رو متوجه میشیم، یه خوبیایی قطعا داره یه بدیایی داره. خوبیاش اینه که به هر حال ما میتونیم یه نوع موسیقی رو با همدیگه گوش بدیم، یه شعری رو با همدیگه بخونیم، یه سریال تلویزیونی و فیلمی رو با همدیگه ببینیم که دیگه لازم نباشه که هی بخوام برای همدیگه توضیحش بدیم. از اون لحاظ خیلی جالبه که با یه کلمه، با یه نگاه شما میتونید یه چیزی رو متوجه کنید، چون فرهنگت شبیه فرهنگ اون آدم مقابل شما هستش. بعدیش اینه که من خودم شخصا به این نتیجه رسیدم که وقتی که به هر حال ایرانی ها رو دیت کردم، غیر ایرانی ها هم دیت کردم، معمولا کسایی که غیر ایرانی بودن، مخصوصا امریکایی بودن، توی رابطه سردتر بود یه خورده، ولی درامایی وجود نداشت، یعنی جنگ و دعوایی اون شکلی وجود نداشت، خیلی همه چیز منطقی تره، ولی یه خورده اون سردیه رو وجود داره توش. ما به خاطر اینکه حالا از اون مکان و منطقه هستیم یه خورده گرمتریم، ولی همون گرم بودن باعث میشه که تو کار هم دیگه بخوام فضولی کنیم، ببینیم که کی چه کار داره میکنه، وقت اضافی داشته باشیم. اونا رو داره توش رابطه با ایرانی ها، رابطه با خارجی ها مشکلیه. غیر از اون چلنج های دیگه ای من خیلی واسهش نمیبینم. یه چیزی که شاید جالب باشه واسه تون اینجا، معمولا توی ایران حرف معمولا سمت آقایونه، یعنی اگر شما به سمت خدا نکرده طلاق بخواد برید یک موقعی، توی حداقل شکل غذاییش، منظورم اینه که به مرد ها معمولا دستشون باستر متاسفانه، یا حالا خوشبختانه متاسفانه احتمالاً، به خاطر اینکه برابری اون شکلی وجود نداره. توی امریکا تقریبا میتونم بگم برعکسه، اینجا معمولا رأی بیشتر به شکل کلیش دوباره، حالا یکی دوتا نه، به شکل کلیش که نگاه میکنی معمولا حق رو به زنها بیشتر میدن. خاطر همین شما قبل از اینکه بخواید ازدواج کنید میتونید کارهای قانونی انجام بدید. یک چیزی هست، یک قراردادی هست به نام پریناب یا همون prenuptial agreement. شما میتونید کاملا بنویسید که قبل از اینکه حتی ازدواج بخواید بکنید، که اگر بخواید مثلا طلاق بگیرید با پولتون چه اتفاقی بیفته، با سرمایه‌ای که داریم چه اتفاقی میفته، بعد از اون بچه‌ها کی واسه کی باشه، خونه‌تون چه اتفاقی بیفته، همه اینا رو میتونید قبل از اینکه بخواد، یکی از روش‌هاش هست، میتونید این کار رو بکنید. خیلی از کسایی که سلبریتی هستن، بازیگرن، نمیدونم موزیسینن و اینا، واسه اینکه پول‌های زیادی دارن نخواد که یک کسی بیاد و نصفش رو برداره ببره، معمولاً خیلی‌هاشون می‌بینید که از این prenuptial agreement‌ها یا همون prenup که بهش میگن می‌نویسن که خودشونو بخوان حفظ کنن. چالش دیگه‌ای توی اون سرفس و اینا الان به ذهنم نمیاد، ولی فکر کنم این دوتا شاید بزرگترینش باشه. چرا ویدیوهات هیجان و چالشی نداره؟ با احترام به سلیقه شما، نظرم اینه که یه کمی چاشنی هیجانی بزنی بهتره. ببین، یه چیزی رو من بهش معتقدم، حالا اینکه هیجان داره یا نداره اون دیگه یا به شخصیت من ربط داره یا اینکه حالا نوع ویدیو این شکلی هستش و اینا، من خودم رو به خاطر مخاطب نباید تغییرش بدم. این خیلی خوبه که من بشنوم ببینم که مخاطبم چه چیزایی دوست داره بشنوه، ولی موقعی که برسه به زمانی که من بخوام هنر خودم رو تغییر بدم یا صحبتم رو تغییر بدم به خاطر اینکه یک سری آدم ها رو بخوام خوشحال کنم یا ناراحت کنم، من دیگه من محمد خیرخان نیستم. به نظر من کار من اینه که موقعی که یک چیزی رازیم کرد، بدون اینکه بخوام عجله کنم واسه پخش کردنش،
اینو روش یه خود تفکر کنم، ببینمش، نگاه بندازمش و بعد پخشش کنم موقعی که راضی شدم. این راضی بودنم نسبیه واقعا. بعضی وقتا مثلا من ویدیوهای قبلی رو برم میگم نگاه میکنم، میبینم که چه ویدیوهای خوب شده، خیلی هم نگاه میکنم میبینم که نه میتونست بهتر باشه. ولی تو اون لحظه زمانی با توجه به چیزهایی که تو دستم بوده، دوربین، موقعیت مکانی، هزینه ها، وقت اون زمانی که من داشتم، وقت محدودی که وجود داشته واسه فیلم گرفتن، ادیت، همه این چیزها، آیا من با توجه به همه این چیزها رو وقتی که دور هم میذارم، آیا من راضیم؟ آیا میتونستم چیز بهتری تولید کنم یا نه؟ اگر جوابش نه باشه، من معمولا منتشرش میکنم. مخاطب هزاران نوع شکل مختلف وجود داره و من نمیتونم هر روز خودم رو برای مخاطب تغییر بدم. مخاطب، اگه ما توی دنیای آزادی زندگی کنیم، کار من و افرادی که شبیه من هستن که تولید کننده هستن اینه که فقط تولید کنن. اینا یک سری مسیر مختلف است از آدم‌های مختلف. اون مخاطب هستش که میاد میگه که اوکی، من این کانال رو به خاطر این قضیه دوست دارم و روش موندم، این یکی کانال رو به خاطر این دوست دارم، این یکی کانال رو به خاطر این دوست دارم. این که شما بدترین کاری که میتونی بکنی اینه که کامنت و نظرهایی بدی یا فشاری بیاری به اون کسی که کریتیو هستش و کانتنت کریتور هستش که بخواد خودش رو از اون مسیری که هست بندازی بیرون. شما باید ببینید که این چیزی که ویدیویی که ساختش آیا به درد شما خورد یا شما به درد شما نخورد. ما ها متاسفانه این شکلی شدیم الان که مثلا در مورد موسیقی نظر میدیم، در مورد نقاشی نظر میدیم، در مورد جراحی قلب نظر میدیم، در مورد عکاسی نظر میدیم، ولاگ میگیریم، کار مهاجرت انجام میدیم. همه کار ما داریم میکنیم و هیچ کدومشون هم به درستی انجام نمیدیم در نهایتش. به خاطر همین باید واقعا ببینید که شما نیازتون چی هستش، آیا اون نیازه توی اون ویدیو برطرف میشه یا اون کانال اون نیاز شما رو برطرف میکنه. اگر برطرف کرد، حتی با کم و کاستی که داشتهش، بذارید طرف کار خودشونو بکنه. شما یه موزیسیانی دارید، بهترین موزیسیان های دنیا هم، شما همه کاراشون رو دوست ندارید، ولی با یه کارشون مثلا خیلی حال میکنید، مدام میشنوید. با یه کارگردان ممکن نیستش که همه 10 تا کار تولید کرده باشه 10 تا کارش هم شما درست تولید کرده باشید. من نزدیک 130 خورده ای احتمالاً ویدیو رو این کانال دارم. شما لازم نیست همه 130 تاشو دوست داشته باشید. اصلا دنیا این شکلی کار نمیکنه. من خودم هنوز همه 130 تاشو دوست ندارم، چه برسه به شما. به خاطر همین باید ببینید که فقط همه جریان این دنیا به خاطر اطلاعات عجیب و غریب و اینفورمیشن زیادی که مدام داره میخواد تو سرعت ما، فقط کار شما اینه که بگردید از لابلاش اون چیزی که بهترین هستش و به درد کار شما میخواد بیاد و نگاش بکنید و به یه تیکه ای از گوشتون بذارید یا حواستون باشه که اوکی، اینو من یادم باشه اگه این سفر میرم مواظب باشم که این اتفاق واسم نیفته یا بیفته. ولی اینکه بخواید بگید که من میخوام شبیه شما بشم، من این کارو بکنم، من اون چیزی که شما میخواهید بسازم، من دیگه من نیستم که. اون شمایید که اون وقت باید دوربین بردارید و شما هم شروع کنید به تولید کردن. الان که دیگه همه دیگه، یعنی هر کسی رو که فکر کنی و فکر نکنی، صدای خوب داره، پاز متوجه میشه چی است، نمیدونم کلام میدونه چه شکلیه، موسیقی کجا کار میکنه، رنگ چیه، تصویر چیه، همه دارن همه شکلی دیگه تولید میکنن. به خاطر این اگه یک کسی که به هر حال کارشو کم و بیش داره درست انجام میده، خورده گرفتن خیلی کمکی نمیکنه، فقط دل سردش میکنه. همین هیجانم کار من نیست. ببین، من کارم اینه که اگر بتونم تازه با تمام حضور فروتنی که یه چیزی، یه فکری رو در شما فقط جرقه بتونم بزنم، یا یک تجربه‌ای که دارم رو بتونم به شما نشون بدم، فقط و فقط کار من اینه. یعنی هیچ چیز غیر از این نیست. اینکه من میخوام هیجانی بشم، نمیدونم کسی رو بیارم که ویدیو رو مثلا هیجانی بخواد بکنه اینو، اون استایل من تا الان همین شکلی که هست. اگه هیجان دارم همینقدر، من خیلی 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 رک و صادق و صمیمیم. یعنی اگر حالم بده شما تو ویدیو میبینی، اگه خوبم میبینی تو ویدیو. من 2.5 سال دارم این ویدیوها رو میسازم، شما 2.5 سال گذشته تو هر هفته نگاه کن ببینی که همیشه حالت یه شکلی بوده؟ نبوده دیگه. به خاطر اینکه آدم آتنتیک بمونه، خوب بمونه، درست بمونه، به نظر من صادقانه رفتن جلو مهمترین قضیه است. ولی انقدر آدم ها هستن که دارن دروغ میگن، خودشون انداختن تو قرض که مثلا نمیدونم ماشین فلان من دارم، نمیدونم تو هتل 20 ستاره دارم زندگی میکنم و از این داستانه این شکلی. من نیستم، من هر چیزی که هستش همینی که میبینید.
به خاطر همین بهترین کمک اینه که نگاه کنید، اگه نیاز، اگه یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار، پنج بار نیازتون برطرف نکرد، برید دنبال کسی که نیازتون برطرف میکنه. نیاز نداره اصلا منو نگاه کنید. اگر دیدید که ویدیوهای من به یه سمتی میره که چهار تا دوست دارید، یه دونه شو دوست ندارید، اون اتفاقا طبیعی ترین حالتی هستش که یک کانال باید باشه. شما لازم نیست دوباره همه چیز رو دوست داشته باشید. این از این سوال. راجع به تکس توی ایالت نیویورک توضیح بدید. من در مورد مالیات یا همون تکس چند تا ویدیو ساختم تو کانال هستش، اسپسیفیکلی دقیقاً واسه شهر نیویورک بخوام بهتون بگم. شما، من به هر حال ساکن اونجا و موقعی که از حقوقتون میاد، یک دونه حقوق فدرال که همیشه واسه 50 ایالت هست، همیشه باید اونو بدید، کم میشه. دو، خود ایالت نیویورک کم میشه، بعضی ایالت ها ندارن، حدود 9 تا هستش که ایالت تکس ایالتی ندارن، مالیات لازم نیست بهشون بدید. نیویورک مستثناس از اون قضیه، شما حتما باید توش تکس بدید. علاوه بر اون اگر توی شهر منهتن هم زندگی کنید و 4 تا بیوروی دیگرش که قبلا توضیح دادم در حال نیویورک سیتی زندگی کنید، یک تکس دیگه هم علاوه بر اون باید بدید. امروز من اینو معمولا خیلی شخصیه شعرش نمی کنم، دو روز پیش با یه دوست داشتم صحبت می کردم، امسال اگه اشتباه نکنم من نزدیک 43,000 دلار تکس دادم تا الان. به خاطر همین آخر سال باید ببینید که چقدرش برمیگرده، چه شکلی هستش و اینا. شما اگه زیادی داده باشید، که معمولا من این کارو میکنم، یه الاوانسی وجود داره، از صفر شروع میشه میره تا نزدیک 11-12. شما اگه مجرد باشی، مزدوج بشی، ماشین داشته باشی، خونه بخری، بچه دار بشی، خیلی چیزای این شکلی هستش که میتونی الاوانس بگیری. یعنی چی؟ یعنی اینکه فرض کنید شما، من 1,000 دلار حقوقمه، 300 دلارشو باید تکس بدم، مالیات بدم، میتونید بگید که من به خاطر اینکه بچه دارم یه دونه الانس میذارم اونجا، به جای اینکه 300 تا به شما الان بدم 250 تا میدم بهتون. آخر سال باز حساب کتاب میکنن که ببینن که درست صحبت کردی، درست عددی رو که گفتی درسته یا نه. من معمولا صفر میذارمش به خاطر اینکه دوست دارم از الان از من بیشتر پول بگیرن که آخر سال مثل یه قلکی باشه که پول دولت به من برگردونه. بعضیا دوستش ندارن و میگن که خب این پولو استفاده میکنن واسه جنگ، واسه چیزای این شکلی، یا اصلا چرا آدم بخواد پولشو بده به دولت، میتونه تو بانک بذاره سودشو بگیره و اینا. ولی پیچیدش میکنه قضیه مالیاتی و راه چیزی که من یاد گرفتم تو این 14-15 سالی که مالیات دارم هر سال میدم اینه که اولشو بیشتر بدم، آخرش شاید بتونم میذاره برگرده بهم. ولی بسیار بسیار عجیب و غریبه، یعنی یه دونه کشور، یه دونه فدرال، یه دونه ایالتی و یه دونه شهر خود نیویورک رو باید برید. یکی از بدیهای زندگی کردن توی نیویورک همینه، ولی چیزهای دیگرش واقعا خوبه. اکانت یاهو داشتم مربوط به 20 سال پیش، اون زمانی که یاهو مسنجر و اتاقهای چت و گروه های یاهو بود. الان پسوردش رو یادم نیست و اون زمان هم ریکاوری با تلفن اصلا نبود یا هم اجباری نبود. ببین یه چیزی رو که بچه ها، منم قبلا شاید اشتباه میگرفتم، اینه که لزومن اگه یه کسی مثلا توی یاهو کار میکنه به این معنی هستش که میتونه ایمیل شما رو درست کنه، یا اینکه مثلا پیشنهادی بده که اونجا این ایمیل و قضیهش رو انجام بدن. و من یه کارمندم توی لابلای 10,000 تا 100,000 تا کارمندی که اونجا داره کار میکنه، فقط اون بخشی که میدونم شاید بتونم یه نظری بدم که مثلا یه خورده بخوان تغییرش بدن. این چیزایی که این شکلی بزرگ هستش و اینا، میدونی مثلا اینه که مثلا یه کسی توی شرکت نفت امریکا کار کنه، بعد شما مثلا هر موقع که میری پمپ بنزین بزنی به کسی که توی پمپ بنزین نشسته بگی که من توی شرکت نفت کار میکنم پس بنزین من رو باید مجانی بزنی. چرا ربطی دارن این رو به هم دیگه؟ زیر 18 سالگی بدون سربازی رفتن میشه مهاجرت کرد؟ بله میشه، باید مجوزه، یعنی چیز پدر و مادر رو داشته باشید، والدین رو داشته باشید واسه گرفتن پاسپورت. وقتی که میاد بیرون میشینید بیاد بیرون دیگه. فقط بعدش احتمالاً چون سربازی نرفتید ممکنه واسه تون مشکل پیش بیاد. من میخواستم واقعا تو 16-17 سالگی سفری ترکیه برم و این کار انجامش بدم. پیشنهاد نمی کنم تو اون سن
تنها حداقل آدم بخواد بیاد بیرون، ولی کسایی که با پدر مادرشون هستن و زیر 18 سال هستن مدام دارن اون کار انجامش میدن. باز دوباره همه این قانون ها رو بخونید چون سالها گذشته که چیزایی که آپدیت هستش رو بگید که من خدا نکرده اطلاعات غلطی بهتون بدم ندم. آدم های داخل امریکا به خصوص شهری که زندگی میکنید چقدر از درون خوشحال هستن؟ ببین نمیشه واقعا خوشحالی رو چطور میشه سنجیدش، آدم ها رو چطور میشه متوجه شدش که خوشحال هستن یا خوشحال نیستن، ولی چیزی که من اتفاقا چند روز پیش خبرش رو داشتم کار میکردم، یه چیزی وجود داره به نام life expectancy، یعنی اینکه چقدر امید داری به زندگی واسه آینده. توی چند سال گذشته اون عدد سنی میانگین سنیش که توی امریکا بود اومده یه خود پایین تر، یعنی اون معمولا همیشه رو به بالا بود و اینا، اگه اشتباه نکنم 81 سال بود میانگینش، امسال اومده بود نزدیکای 79-78 شده بود اگه اشتباه نکنم. خوشحالی نمیشه واقعا سنجید و پرسیدش، مخصوصا وقتی که یه جای زندگی میکنی که 300 میلیون نفر زندگی میکنن توش. ولی سخته جواب سوال سختیه، جوابشم سخته دادنش. چند توصیه برای موفقیت در محیط کار امریکا بگو. زبان به نظرم اولیشه. اگه تو ایران الان هستید یا هر جای دیگه بیرون از جایی که میخواد مهاجرت کنید، چون میخواد آلمان مهاجرت کنید، چون امریکاست، چه تایلند، چه نمیدونم آفریقاست، هر جایی که هستش، اگر زبان اون کشور رو بدونید خیلی خیلی جلوترید. حالا من خود انگلیسی و امریکا رو براتون مثال میذارم. اگر شما توی ایران هستید و انگلیسی رو میگید، حالا میرم اونجا یاد میگیرم دیگه، حالا یه خورده بلدم و اینا، اشتباه، بزرگترین اشتباهی که دارید واسه زندگیتون میکنید هستش. به نظر من انگلیسیتون رو قشنگ بچسبید بهش. انگلیسی خوب زمانی هستش که تعارف و یک بذارید کنار با خودتون، مهم نباشه واسه تون که بقیه چی دارن میگن، نمیدونم مسخرتون میکنن، شوخی میکنن باهاتون، نمیدونم خودتون خیلی شاید نخواد جدی بگیرید صحبت کنید و اینا. وقتی از اینا گذشتید تازه و رفتید زبانتون رو بهتر کردید، بهترین زمان موقعی هستش که شما وقتی پای تلفن هستید و با یک کس دیگه حرف میزنید کاملا هم متوجه بشید چی میگه، هم بتونید جواب بدید. موقعی که به اونجا رسیدید که معمولا B2 بهش میگن یا C1 بهش میگن، اونجا دقیقا زمانی هستش که شما خیلی خیلی جلوتر از بقیه کسایی هستید که تازه مهاجرت کردن و نمیدونن. چون توی اینجا بخواد زبونو یاد بگیرید خیلی خیلی سخت واسهتون خواهد شد، هزینه بر خواهد بود، نه فقط کلاس، بلکه اینکه به هر حال اینجا بزرگترین مشکلش توی غربت به نظر من هزینه است. وقتی که هزینه ها اینقدر گرونه شما باید یه کاری پیدا کنید دیگه. وقتی زبان رو بلد باشید خودتون رو میتونید بهتر معرفی کنید، میتونید کارهای بهتری بگیرید، به خاطر این پلکانی که میخواد بید بالا رو یه خورده با سرعت بیشتری میتونید بید بالا. زبان داشتن، زبان اولیشه، دومیش کانکشن زدنه، مدام با این و اون صحبت کردن، این ور اون ور دیدن، این ور اون ور رفتن، یه پلای پشت سر رو خراب نکردن، اینا چیزایی هستش که خیلی کمک میکنه. اینجا میگن که مثلا چیز وجود نداره، پارتی بازی وجود نداره، مثلا شوخیه اینا، پارتی بازی خیلی وجود داره. اون کسی که برای شما پارتی بازی میکنه میتونه کار واسه تون بگیره، ولی نمیتونه تو کار شما نگه داره. باز خودتون رو باید نشون بدید به اون جایی که واسهش کار میکنید. دو، یه چیز دیگه هم که باز دوباره به اشتباه میگن اینجا زیراب زنی وجود نداره. خیلی خیلی بهتر و سیستماتیکتر از ایران زیراب میزنن، اصلا اینا هم از سنتون بیارید بیرون. به خاطر این زبان خوب داشتن، کانکشن داشتن و قانون اونجا رو بلد بودن و کلن اداب شدن به اون جامعه که دارید توی زندگی میکنید خیلی خیلی کمک میکنه واسه چه زندگی، چه کار کردن، چه چیزایی دیگه. واقعا اینقدر که در مورد آدم‌های جهان اول میگن با فرهنگن و به قانون احترام میذارن، مثلا اونجا پارتی بازی و رشوه دادن و گرفتن و کوتاهی در انجام وظیفه و اینا هست. الان درباره یه تیکه صحبت کردم. بله قطعا قانون، به من چیزی که همیشه بهش باور دارم و همیشه هم میگم اینه که امریکا یه جای بسیار وحشیه، یعنی اون وایلد وستی که میگفتن که یه جای وحشی هستش واقعا هستش. تنها چیزی که
اینا رو کنار همدیگه آورده و نگه داشته و هر روز همدیگه رو آدم رو نمیکشن، یک چیزی هست به نام قانون. نه فقط نوشتن قانون، بلکه انجام شدن قانون هم هستش. اون به نظر من کمک کرد، چون هم خیلی کشور هستن که قانون اساسی های خیلی خوبی هم دارن ولی رعایت نمیشه. ولی این کشور قانون اساسیش نه تنها قانون اساسی خیلی خوبیه، بلکه اینکه اومدن نگهش داشتن و هر روز هم دارن روش کار میکنن. اون قانون هستش به نظر من که اون فرهنگ رو خود به خود آورده. ولی اینجا هم شما اگه قانون ازش برداری همه همدیگه رو میکشنش. ببخشید. ولی انجام چی میگم، پارتی بازی خیلی هست، رابطنی خیلی هست. در مورد کوتاهی انجام وظیفه واقعا بستگی داره به کاری که انجام میدی و شخصی که داره انجامش میده. من توی سربازی که بودم توی ایران یه چیزی هست تو سربازی بهش میگن همیت قسمتی، یعنی این که تو اون جایی که داری کار میکنی قدرش رو بدونی و واسهش تلاش کنی، اهمیت اون تیکه که هستش رو بدونی. من الان مثلا فرض کنید واسه یه خبرگزاری دارم کار میکنم، فردا میرم یه خبرگزاری دیگه، یا اصلا میرم واسه یه رستوران کار میکنم، فردا اونجایی که من رفتم واسهش کار کردم میشه بهترین جا واسه من و بعد من حواسش باشم، و این جایی که قبلش بود هر چقدرم خوب بود دیگه رقیب منه، رقیبم نباشه اینجا الان واسه من مهمتره. اینو به نظر من داشته باشی حله کل قضیه. ولی بله میبینید اون قضیه رو که بعضیا علاوه کم فروشی میکنن، کار رو اساسی انجام نمیدن، همین اون چیزا هستش. یه رشته ساده یا مهارت ساده که تو امریکا براش کار هست رو بگید لطفا. هیچ چیز ساده ای وجود نداره. زندگی به نظر من ساده نیستش که شما بتونی انجامش بدی اینا، همیشه باید کار کنی. معمولا اتفاقا کارهایی که بیسیک هستن و اوایلش هم که وارد میشه اتفاقا کارهای بسیار سخت‌ترین، خیلی سختن که شما واقعا دیگه آخر شب وقتی میری خونه از خستگی دیگه چشات نمیتونه باز بمونه. به خاطر این چیز ساده‌ای وجود نداره مخصوصا توی این مملکت، همش باید کار کنی. کشوری واسه زندگی که از همه نظر توی بالاس باشه، نمیدونم یعنی چی، کشوری که زیاد تو چش نیست. من راستش رو بخواید خودم شخصا هنوز پیدا نکردم اون کشور رو. شاید مثلا شاید جنوب اسپانیا جای باحالی باشه، پرتغال شاید، هرچند که مالیاتشون خیلی بالاست. هنوز واقعا اونجا پیدا نکردم. سنترال امریکا بد نیست، جای امنش، هنوز باید بگردم، هنوز پیداش نکردم. سلام، چرا یاهو مثل قبل محبوب نیست، یا بهتر بگم مثل گوگل دیگه پرطرفدار نیست، یا اینکه نسل ما با یاهو وارد دنیای اینترنت شد و الان تقریبا فراموش شده؟ کلا حالا اینکه محبوب نیستش و محبوبیت از کجا میشه فهمید؟ یاهو اگه اشتباه نکنم توی هشتای توی ترافیک وبسایتش ده هشتمیه تو دنیا، توی هشتای اول همیشه. گوگل معمولا اوله، دومی باز یوتیوبه که واسه گوگله، بعد پخش میشه بین فیسبوک و واتساپ و توییتر یا همون اکس و یاهو و ویکی‌پدیاست و وبسایت های دیگه. ولی حتما هستش هنوز محبوب که توی 8 تا 10 تا اول دیگه. در مورد اینکه چرا مثل بقیه نیست، کلا شما اگه نگاه کنید شرکت های تک و وبسایت های تک یه بازه زمانی 15 تا 20 ساله دارن که تموم میشن و یه چیز تکنولوژی جدیدتر میاد و جایگزینشون میشه. شما اگه یادتون باشه مثلا تا حدود 10 سال پیش فیسبوک همه چیز بود. شما مثلا ازدواجتون هم توش میگفتی، وقتی که میرفتی توی ریلیشنشیپ نمیدونم میشستی توی استارباکسی کافی سفارش میدادی، رستوران میرفتی، خیلی چیزا اصلا انقدر چسبیده بود، وصل شده بود بهش واسه چشم و همچشمی و چیزهای دیگه. این که اگه شما نمیدونم یه کسی رو لایک نمیذاری، کسی رو کامنت زیرش نمیذاشتی، دوستی رو نمیدونم ثبتش نمیکردی و اکسپتش نمیکردی، باعث میشد تو که زندگی واقعی شما بد بشی به اون آدم و اثر بذاره تو زندگی واقعی. ولی الان شما نگاه کنید چند نفر از فیسبوک دارن استفاده میکنن. خیلی ها میگن که واسه پیرمرد پیرزنا شده، حالا توهین نکنیم به پیرمرد پیرزنا، ولی رفته اون محبوبیتی که داشته قبل و از بین رفته. ولی یهو داره کار میکنه، هنوز ویورای خودشو داره و هستش. آره
در ارتباط با لجر قرار بود بیشتر توضیح بدید. لجر یه بهش میگن واسه بیت کوین هستش، در واقع اون والت کولد شما هستش، کولد والت شما هستش که مستقیم به اینترنت، روی اینترنت در واقع والت شما نیست و یه جایی هستش که مستقیم به اینترنت وصل نیست و شما سخته که بخواد هکش کنید یا هک بشید. چیز مهم چی میگن محکمتریه واسه این که بخواید بیت کوین یا کوین های دیگه تون رو روش نگه دارید. لجر یه چند وقت پیش یه اتفاقی واسهش افتاده و بعد از اون آدما خیلی بهش خیلی اونجوری که باید اعتماد نمیکنن. هنوز بنظرم بد نیست به عنوان یک والت کولد بخواید نگهش دارید، ولی آپشن های دیگه ای وجود داره که من نمیتونم اینا توضیح بدم به خاطر اینکه هم اسپانسر من نیستن این آدما و همین که ممکنه خدای نکرده یه اتفاقی بیفته واسه اون والت ها و من نمیخوام که ریسپانسیبل باشم که شما خدای نکرده اتفاقی واسه پولاتون بیفته و اینا. کلا هم یه چیز دیگه یه اشتباه بچه های ایرانی میگن، میگن والت. وقتی که کیف کریپتو میگن میگن والت. والت غلطه، والته، والت به اون وله است، در واقع اون کسی که ماشین رو جابجا میکنه رو بهش میگن وله. تو امریکا اون کیف میشه والت، اینو یادتون باشه. مثل اون همستر رو که میگفتن بهش همستر، همستر نداریم، همستره که اون سکه که یه مدتی هم مد شد مثل اینکه توی ایران سمت اون سکه های اون شکلی هم لطفا نرید، پولاتون رو دست میدید. اینا تقلبی هم خیلیشون. اگه میخوادم سرمایه گذاری کنید، مهمترین و سیفترینش به نظر من بیت کوینه، رو همونجا پولتون نگه داشته باشید، نگه دارید. سوال بعدی گفتن گرفتن پاسپورت 5 سال زمان میبره، درسته؟ اگه تو این 5 سال حالا بنا به هر دلیلی آدم مجبور بشه بیاد ایران یه سری بزنه، بعدن توی گرفتن پاسپورت براش مشکلی پیش میاد، به صرف فقط رفتن به ایران نه، فکر نمی‌کنم مشکلی پیش بیاد. فقط بدونید که اگر شما گرین کارتتون یه شکلی هستش که از طریق ازدواج نیست و یا از طریق خدمت کردن توی ارتش امریکا نیست، شما باید 5 سال بمونید. از این 5 سال اگه 30 ماهشو داخل خود امریکا بوده باشید، بعدش میتونید بیرون باشید به شرط اینکه کمتر از 6 ماه بیرون از امریکا باشید. یعنی نذارید لپس بیفته توی این گرین کارتی که دارید. اگه مثلا 5 ماه بمونید و اینا کاملا اوکی هستش. رفتن به ایران هم من فکر نمی کنم مشکل داشته باشه. تنها زمانی که میتونه براتون مشکل دار بشه زمانی که شما از طرف ایران پناهنده شده باشید و کلا زمان پناهندگی شما اومدید و میگید که من کشوری که ازش اومدم بیرون واسه من ناامن بوده. موقعی که شما برمیگردید تو اون کشوری که گفتید ناامنه، دیگه یعنی ناامن نیست واسهتون و خود به خود یه جورایی اون کیس پناهندگیتون رو دیسمیس کردید. اون کار به نظرم انجامش ندید اگر توی اون قضیه هستش، ولی از توی ازدواج، توریستی، دانشگاهی، دانشجویی، هر شکلی دیگه‌ای که گرین کارتتون رو گرفتید به نظرم فکر نمی‌کنم هیچ مشکلی داشته باشه برگشتن به ایران. این همه آدم دارن میرن و میان دیگه، مشکلی نباید باشه. سلام، اگه توی مسیر قاچاق به آمریکا کشوری بگیره ما رو، میتونه دیپورت کنه به ایران یا خود آمریکا دیپورت کنه؟ و اینکه اگه قاچاقی وارد آمریکا شدیم، کلا بذارید من این جواب این سوال رو بهتون بدم که کلا کاری که غیر قانونی هست و قاچاقی هستش رو نه من پیشنهاد میکنم نه پیشنهاد میکنم که انجامش بدید، به خاطر اینکه خیلی مشکلات زیادی اینجا واسهتون انجام پیش خواهد آورد. این دوباره این کانال یوتیوبی که نمیدونم از یه کشور دیگه پاشدن اومدن، از مرز زمینی مکزیک رفتن و خواستن یه کاری اون شکلی انجام بدن و خیلی هاشون رو باورش نکنید واقعا، به خاطر اینکه به این سادگی ها نیست. اگر تو انتخابات بعدی آقای ترامپ برنده بشه قطعا خیلی کاری عجیب غریب خواهد کرد و بعید نیست خیلی از اون آدم رو بندازه بیرون. الان هم سر مرز شکلی شده که دیگه به مراحتی ها نیستش که بخوان کسی رو را بدن. اگه اشتباه نکنم 1500 نفر در روز گذاشتنشون کپشو و بعد از اونو کسایی که بیان اصلا کلند را هم دیگه نمیدن. حالا ممکنه یه بخش زیادش به خاطر این باشه که دو سال انتخابات هستیم و نخواستن که بخواد حالا چهره بعدی داشته باشه واسه شون، ولی کلن کار غیر قانونی و اومدن اون شکلی رو من هیچ وقت پیشنهادش نمی کنم.
سلام، وقت بخیر جناب. خیلی خوب، ممکنه کارهای یوجین اسمیت و تاثیرش روی جهان رو بررسی کنید و کلا تاثیری که یک عکس مهم بر جهان میگذاره؟ این کانال واقعا رفته به سمت دیگه که این خیلی خیلی تخصصیه، به خاطر همین خیلی بعید میدونم که این کار انجام بدم. اگه یک روزی، حالا شاید لابلاش یا شاید این کانال تغییر کرد، فقط شد در مورد عکاسی و نور و تصویر و صدا، اون وقت میتونم در موردش توضیح بدم. یوجین اسمیت عکاس جنگ بوده و یکی از حالا میشه گفت پایونرها بوده، کسایی که اومدن بنیان گذاشتن یه سبک خاصی توی عکاسی. کارش دوست داشتنیه، ولی به نظر من خیلی عکاسای بهتری هستن که شما الان میتونید کارشون نگاه کنید، هنرمندای بهتری هستن. لازم نیست برگردیم به 50 سال 70 سال پیش کارهای اون شکلی رو نگاه کنیم. ما یه مشکل بزرگی که به نظر من هنوز که هنوز زمان توی بچهای ایران میبینم اینه که دنیا مثلا خیلی رفته تو هنر جلوتر، ما هنوز چسبیدیم به یه سری چیزایی که قدیمی هستش، به خاطر اینکه شاید دسترسی کمه، نمیدونم، شاید یه نوستالژی نسبت به اون آدم‌ها داریم و اینا. خیلی کارهای بهتری شده. الان دنیا رفته سمت مولتی مدیا، شما باید دیگه بلد باشی صدا چیه، تصویر چیه، نمیدونم با نور چه کار کنی، دیزاین باید انجام بدی، سوشال میدیا باید انجام بدی. دیگه فقط دوربینی که بندازی رو دوشت و بری کار عکس بکنی واقعا دیگه آبسولیت شده، داره میره کنار. بخاطر این باید چیزای دیگه، کسای دیگه که تازه هستن و این کارا رو انجام میدن نگاه کنی. من بهتون مثلا نگاه کردن نیویورک تایمز رو بهتون پیشنهاد میکنم، نه خود روزنامه و وبسایتشو، اینکه ببینید مثلا عکاسایی که میفرستن یه جایی چه تصویریایی میگیرن و ببینید اون عکاسا رو مثلا سرچ بزنید روی اینستاگرام، روی توییتر، روی جای دیگه، کاراشون رو ببینید چه شکلی هستش، از اونها ایده بگیرید. یوجین اسمیت مثلا یه 5 تا عکس داره، خیلی هم معروف شده واسه 70 سال پیش. بذار دمو دست دیگه بود، کارهای بالاتر جدیدتر خیلی هستش. نظر جامعه آمریکا نسبت به مهاجرین رو در کل و به چه صورتی ارزیابی میکنید؟ بیشتر مثبت یا منفی؟ تمامی کسایی که توی این مملکت زندگی میکنن غیر از بومیای آمریکا همه مهاجرن. یعنی اینو اول از همه ما باید تمیزش کنیم، این نوت فکر کردن رو، که چون ما مهاجرین و زبانمون یه شکل دیگه است و سفید نیستیم، پس ما باید یه شکل دیگه بهمون نگاه بشه. اوایل که میای تو مهاجرت، بله اون فشاره وجود داره که من یه شکل دیگه هم، من زبانم خوب نیست و اینا، ولی این کشور کشور مهاجر است. به خاطر همین شما با استرس یه توانایی که داشتید اومدید اینجا، اون توانایی رو به نظر من برید سمتش. نگاه نکنید که کسی شما رو میپذیره یا نمیپذیره. یه کشور بسیار بزرگی است، من نمیتونم درباره کل صحبت کنم، میتونم ولی بگم توی تیکه‌های قانونی نمیتونن، قانونا نمیتونن شما رو نپذیرن، یا مثلا به خاطر رنگتون، نوع زبانتون یا چیزای دیگه قانونن بخوان رد کنن. سیستماتیک میتونن برن از زیر مجموعه و کارهای دیگه انجام بدن و که شما هم متوجه نشید، که اصلا اون کارم به شما ندن. ولی به طور کلی به خاطر اینکه مهاجر هستید فقط هست، این صحبتش هست توی چیز، ولی چقدر تو عمل و زندگی بخواد نقش بذاره. فکر میکنم الان توی مثلا اواخر سال 2024 که من با شما صحبت میکنم، اینا دیگه بهانه است. این که من مسلمونم پس این شکلی شدم، این که من سیاه هم پس این شکلی شدم، این که من میدل سری هستم و اینا، این هم آدم موفق هستن از همه اون مناطق که دارن تو این کشور زندگی میکنن و چرخ این اقتصادم دارن میبرن جلو. به خاطر این بعضی‌ها بهانه شده دیگه، اگه بگی که من اسمم محمده پس به خاطر اینه با من چیز نمیکنن، نه، باید نگاه کرد ببینی که کجای کار مشکل داره. اگرم واقعا اون شکلیه که خب ریسیستیه دیگه، نژاد پرستانه است، که میشه کارهای قانونی انجامش داد. ولی فکر میکنم الان دیگه بهانه است اون صحبت، آدم باید بره به اون چیزی که باور داره واقعا پیدا کنه، سخت خیلی زیاد کار کنه و بعدش هم نشون بده به آدمای دیگه. این فکر میکنم تمام سوالی که بود. یک دوستی هم سوال کرده بودم، من اینجا اسکرین شاتش رو نگرفته بودم، در مورد هنر خوب صحبت کرده بودم که هنر خوب از کجا میشه متوجه شد چه هنری خوب هستش. ببین، من هنر خوب رو یه دونه نمیبینمش، به نظرم یه سری دات کنار همدیگه است، یه سری نقاط، نقطه هاست که یه خط رو تشکیل میدن. شما ببینید که این خطوط یک هنرمند شما توی بازه زمانی باید بشناسیدش که ببینید که چه کسی هستش. مثلا یه کسی میاد یه ویدیو یوتیوب میده و خیلی معروف میشه و وایرال میشه، اون شکلی میشناسنش، بعد که میبینی 3 ماه بعد هی کیفیت کمتر و کمتر و کمتر و کمتر شد. و
ولی مثلا شما خواننده های خوب، کارگردان های خوب، بازیگرای خوب، نمیدونم یوتیوبرای خوب رو که نگاه میکنی، سالها که وقتی انجامش میدن میبینی که کیفیت هی کم کم و کم کم هی داره بهتر و بهتر میشه. اون به نظر من شکل ذات هنری که حداقل من خودم دنبالش میکنم اونجوری باید دیدش، نه به خاطر اینکه یه کاری حالا یه کسی داده بیرون خوب بوده یا بد بوده، سر یه دونه دو تا پنج تا نباید آدم رو به نظر من یا هنرمند یا هر کسی دیگه رو سنجید، باید ببینید که تو طول زندگی چه کار کرده. یه خورده زمان به نظر من بهترین چیزی هستش که نشون میده که هنر چقدر میتونه غنی باشه یا نباشه. امیدوارم خوب باشید. این سوالی بود که پرسیده بودید چند تاش، امیدوارم که رسیده باشم به همشون صحبت پاسخ داده باشم. سوالی باز بود در خدمت هستم. آخر این ویدیو هم الان شماره قبلی رو میذارم که اگر ندیدید بتونید اونم ببینید. در خدمتتون هستم. خوب باشید.